خدمتتون که عرض کنم برنده اول این مسابقه یک گیفت کارت 50 دلاری و این تقام تیکتتون داریم سمکم کاور کنیم میگه به قول قدیم میگم آتیش زدیم به مالمون مالی هم نبوده از اول که آتیشی بخواد بگیره ولی خب نفر دوم سوم دو تا گیفت کارت 25 دلاری و نفر چهارم و پنجم دو تا تیشه خدمتتون که عرض کنم اسپانسر بخش جایزه ها هم بن پرینتینگ اصلا تشکر میکنیم ازشون. خب مسابقه خیلی ساده است، چند تا فیلم نشون میدیم نگاه کنید، دیالوگ هست و یا مونولوگ هست از فیلم های مختلف ایرانی، بعد پیک میکنید هر کدومی که دوست دارید، اون تیکر رو پخش میکنیم، شما بعد وایس اوور دوبله بکنید در اصل اون تیکر رو. نه آسونه، نه خودتون دیگه دوبله و از خودتون هر چی دوست دارید بگید، نه 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 هر چی دوست دارید میتونید بگید، اصلا فیلم جدیدی میتونید درست. خب این ویدیو رو نشون میدید لطفا دوستان، اگه خواستی میتونید ببینید وقتا راحت فیلم رو ببینید، بعد نگه ندیدیم و نام زمین کج بود و صدا بد بود و لطفا هره بیرون. میخوای این مغز حفظ بشه؟ اون؟ برای من چه اهمیتی داره پروفسور؟ هی من بخوام برای بگم، میگه دوباره ام داستان بود. آقا تام همجور بود، به من خارش نبودم، می خوشگل نبودم، 142 تا خواستگار داشتم، از همین سن بودن مهنده دکتر گوشلب و دینی نجات هم یکی زن سیاری هم با یه مرمی سری. من که روی سیارات پا گذاشتم، من که به ستاره ها دست زدم، من که کائنات رو در نوردیدم، اتفاق و حادثه برای من بی‌معناست. آقا شما الگو تو زندگی کی بوده؟ شما عباسم یعنی خاک تو سر این بکنم که الگوش منم. نه یه مقدار میپرسن که همین صحنه رو میذاریم طولانی تر هست، اون تیکر رو براتون پخش میکنیم، تیکه طولانی تر رو الان فقط در از تیکه های کوچیکترش رو پخش میکنیم، هر کدوم بین 1 تا 2 دقیقه هست، هر کدوم دوست داشته میتونه انتخاب کنه، تیکه بزرگتر رو براتون پخش میکنیم، بعد شما میتونید وایس اوور رو روش اجرا بکنید. خب کی اول میخواد شروع کنه؟ آه همه قیافه ها اینجوری حساک عرق کرده، باید دستمال کاغذی بیارید. شما شروع میکنید. خدمت شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ خسرو شکبه. آقا هامون یه ما اینجا کل تیکر رو بذار لطفا که دقیقا گوش کنم، بعد مجدداً صدا رو مرحله دوم کامل قطع نکن که بک نویز هم داشته باشه روش. خب این بخش رو لطفا توجه کنید. آقای رئیس این خبر ماشین آقا خب مهین جان صداش یه مقدار کم کن، بک نویز داشته باشین. حاضر؟ بفهم. این زن حق منه، مال منه، احمق بیشرومه، نمیفهمی؟ این زن مال منه، اصلا عقد ما رو تو آسمونا بستن، تو چرا حالی نمیشه مردی که عوضی؟ مگه تو نمیدونی این مال منه؟ مگه نمیدونی ما چند ملافه همون برم میخوره؟ تو چرا نمیفهمی اینا؟ بابا این زن منه، احمقی، مال منه، مال منه، میخوامش. واقعا این زن حق شما. خب نفر بعدی چیه؟ نفر بعدی
این با انتخابتون کدوم هست؟ آخری ویلای من؟ خانم مهاجر. من که روی سیارات پا گذاشتم، من که به ستاره ها دست زدم، من که کائنات رو در نوردیدم، اتفاق و حادثه برای من بی‌معناست. چه تعبیر زیبایی خانم مهاجر. او آدم برفی رو میفهمه. خب ویلای من رو ایشون اجرا میکنم. اونجا آماده این؟ بفهم. من که روی سیارات نه صداشو اجازه بده، اجازه بده صداشو کم کنیم بفهم. دیگه نوبت ایشونه که بگه. من که روی سیارات پاگو یه دقیقه یه دقیقه اجازه بده، اجازه بده، یه دقیقه هل نکنی هل نکنی آقای فیلا قشن بیار از اول. خب نگاه کن، نگاه کن، نگاه 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 پاس کن، پاس کن، پاس کن. آقا آماده؟ آقا برو سیارات پا گذاشت. من که رو سیارات پا گذاشت. من که رو سیارات پا گذاشت. میخواد دوباره از اول بذاری تو کرام؟ آقا یه بار دیگه بگم، یه بار، دو بار، سه بار. من که روی سیارات دست گذاشتم، من که ستاره ها رو در نبیدم، من میخوام برم مریخ، من آسمونه رو دوست دارم، اگه بخوایم تو رو میبرم مریخ ما هم میریم اونجا محسن. عزیز دلم میبرم ادشقا. چه ماه اصلی بشه اون بالا. خب نفر بعدی شما میخوام بدیم. ماهی جان آدم برفی رو اگه لطف کنیم. صداش یه ذره زیاد کنه اگه میشه. خدا این شازه هم عقیبت نیستم. یکی از ایبا شد زن و شد. نه یکی، نه دوتا. یه دقیقه پاس کن، یه دقیقه پاس کن. کدوم گفت هست؟ گشت شاد. به هرزت عباس، به هرزت عباس. اصلا خود ما تو زندگی الگومون کی بود؟ اکبر آقا، چاله سیراوی، غلام پشکه، انبر کفتر باز. آقا شما الگو تو زندگی کی بوده؟ شما بسام بهم یعنی خاک تو سر این بکنم که الگوش منم. یه زمان که قد شما بودم یه روز این معلمه اومد تو کلاس گفت آقا میخوام یه تئاتر را بندازیم، کی میخواد نقش گوسفند بازی بکنه؟ آقا به حضرت عباس، به حضرت عباس. کل کلاس اینجوری دستاشون رو گرفتن، همه جز حاجی. بعد گفت کی میخواد نقش گلگو بازی بکنه؟ گفتیم آقا ببخشید نقش جنگجوله برای دیگه قلاقی، فیلی، شیری، پلنگی چیزی نداری بدیم؟ نه، یا باز گوسفند باشی یا گرگ. بعد از اون بود که ما تو زندگیمون فهمیدیم آقا یا باس گرگ باشی یا یا باس بزنی یا یا باس بخوری یا فهمت یا باس بمالی یا خب دوستان من از همینجا حضاب بدم اگر به اون بخش رسید شما میتونید همراهی بکنید به عنوان بچه های مدرسه که نشسته بودن. آماده؟ مهین جان صداشو کامل قد نکن ولی کم. حاضر؟ برو بید بفرمید. تو زندگی گفتن نمونتون کی بود؟ گفتش شما بودین. گفت میخواستی چیکاره بشی؟ گفت محمد کفتر باز. شما میخواستی چیکاره بشی؟ گفت میخواستم مثل شما بشم. گفت خاک تو سرتون، من میخواستم خدا بشم، شدم این. یه روز تو مدرسه معلممون گفت میخواد چیکاره بشی؟ گوسفند بشین یا گرگ بشین؟ همه بچه ها گفت آها کی میخواد گوسفند بشه؟ همه بچه ها دستشون رو بردن بالا. بعد گفت کی میخواد گرگ بشه؟
گفت من یکی دستم بردم بالا. گفت بله، یا تو این زندگی باید بکشی یا میکشنه، یا باید بخوری یا میخورنه، خلاصه یا گوگولی یا مگولی، یا میمالوننت یا میمالونی، یا میخورنت یا میخوری، خاک تو سرت اگه نخوری، ای خاک تو سرت اگه نخوری، هی بمال تا بمالوننت، هی بخور تا نخورنت. دو نفر مونده دیگه، یه نفر از دوستان مست شده بود. نه ایشون ویلای من رو رفتم آباده ما شما کنم میتونی تکراری هم انتخاب کنه ای خواستی نام یادم برکنم اجاره نشین ها دیگه اجاره نشین ها هست اکبر عزیز آه اجاره نشین ها را اگه نات میکنم اولش هم یه ذره اگه فست فورد کنیم تا اون صحنه که وارد حمام فیلم کاشان میشه. وا مرسی. چه؟ یه وای. اول از کارمون غذا رو درست کن، ظرفاشو به خدا خودم میشورم. به جون مادرم ظرفش خودم میشوره، فقط غذا رو درست کن. ای حبیب من، رزونانس میکنه. ای حبیب من، حبیب من، ای حبیب من. خوب بود؟ یا اول کمک، کمک جون مادرتون لاست اما این چشم لوله کشیه بابا بیای کمک، خونه خراب شدیم.
مدام، ها اومد. توکیو بدون توقف لطفا. داستان گفتی آقا تام همجیون بود به من خارش نبود می خوشگل نبود سر چه دو تا خواستگار داشتم از همین سنت بودن مهنده دکتر بوشرگ و بینی نجات قریب بید بروش سینما دوازنده قرنه چه میدونم کاکا من بی خود از هر کدوشونه ایرادی گرفت دستگندشون میزد ایشون از بس مشاله مشاله دورش زیاد بود مثل فردیس که نبود دو متر قردش بود یه متر عرش بی خود مارم هفت کرده بود موقع نه تلویزیون چهار تو موقع اش داشتیم چهار تا شما ماده بودم وقتی هم من شوهر نکردم از ارث پدری هم مرمون حالا پردیس هم بلا میخواد سر تو چرکیه زیر بالش باور نمیکنم نکن وقتی که مثل من توی خونه اقد مومم بودی که پوسیدی باور میکنی من نمیذارم نه پرسی ها تو روش بایی نه بکشت که فوق و فوقش نیست آقا آماده هستی؟ بریم بفرمایید ایمن بخواهد حالا قیافش رو نگاه کن اینجا نشسته فکر میکنه که چی؟ آسمون باز میشه یه شوهر کلمبی برش میافته پایین چه خواهد شد؟ آقا پشت جمعش کن اون موقع هم گذشت که میومدن پشت درس صد دفعه صد روز وای میسادن در میزنن الان دیگه از این خبرها نیست دختره تو فیسبوک میبینی یه سلام میگه صد روز میشه یه جوابم نمیشن پسره یه سلام میگه بیا ببین دختره چه میکنه بسید دیگه نمیخوام بشنوم دیگه وای نشنم خیلی خوب بشین اونجا ببین چی میشه حالا فکر کرده براد پیت میاد سراغ بشه بگو کی میاد دیگه به تو توجهی بکنی و دختر ریختم بیا نگاه کن 15 ساله داره میره با 70 ساله حالا بشین اینجا و بکش به من نگاه کن به این خوشگلی پروتست کردم با آمون میچه کن کو خبری نیست بیا ببین مالک فقط یکی زن یکی شوهر یکی همین مالک بسید یعنی واقعا هنر نزد ایرانیان است و بس. خب دوستان بس همراهی بکنید نفر اول رو انتخاب بکنید نفر دوم و سوم رو هم انتخاب بکنید تو گیفت کارت بدیم دو نفر باقی موندم تیشرت هست راستی زمانی هم که شام هست اونها تیشرت هامون گوشن هست بکنید تهیه بکنید تیشرت های دیزاین جدید هست بوده مثلا 3 تا 100 تومن 3 تا 100 تومن دوستان این ذره بیرید خب از کی شروع کنیم؟ نفر اول کی بودن؟ نفر اول میگن آخری بودن خب اجازه بدیم با صدای دستتون خب از خانم مرجان شروع میکنیم با صدای دستتون رأی بدید که چقدر خوب بوده اگه بعد باره نفر اول میشن یا نفر چند دوم میشن خواهش بکنم خب این دو دو در همه دسیبل بود اوکی نفر دوم رو با صدای دست کنید نفر سوم رو با صدای دست کنید این دیگه نفوذی هم دارن و از این بقیل همراهی میکنن نفر چهارم رو با صدای دست کنید و نفر پنجم رو واسه دارم خب، فکر میکنم به صدای دست شما اول میشید شما دوم میشید، شما سوم میشید، شما چهارم میشید، شما پنجم میشید درست گفتم؟ نه؟ آقا به ما بگید این گیفت کارت پنجم داری بابا کی بدین؟ به من اشمی گیفت‌کارت دومو به کی بدیم؟ خدمت شما، دست به شما من گیفت‌کارت سوم رو آخر پنج رو که گفتیم، چرا پنج رو شروع میکنیم؟
تشویقش میکنید. دو تا دوست باقی مونده، شما هر تیشرتی دوست داشته باشید اونجا میتونید بدید. دیگه 25 دلاری گیفت ندارم دیگه، گفتم آتیش به ما زده همشه. خواهش میکنم تشویقش میکنید. واقعا آفرین.